رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. آقای علیجانی، دیروز امیر عبداللهیان در داووس با اطمینان گفت که پاکستان هیچ مشکلی با حمله ایران به پاکستان نداشته، اما امروز شاهد حمله تلافی‌جویانه پاکستان هستیم. این تناقض رو شما چطور می‌بینید؟ با سلام، جدا از حالا دروغگویی که نهادین است در ساختار حاکمیت ولایی، سطحی بودن و ساده لوحی هم مزید بر علته. ببین، من یادم میاد دهه 60 پوچاوشسکو رهبر رومانی، رئیس جمهور رومانی، سفری آمد به تهران. درست چند روز بعد از برگشتنش به رومانی، مردم گرفتنش و اعدامش کردن. یعنی سطح دانش وزارت امور خارجه ایران و سفارت جمهوری اسلامی در رومانی اینقدر نبود که متوجه بشه دومینوی سرنگونی دیکتاتورهای بلوک شرق آغاز شده. یا احمدی نژاد یه بار میگفت این سازمان انرژی اتمی همش چند. حالا ببین، تو این ساختار حضرات فکر کردن. حالا من اینم بگم که حالا باید با کمی اغراق اومدن ابروش رو درست کنن، دادن چشش رو کور کردن. ما فراموش نکنیم که اساسا موشک زدن به چند تا ساختمان کاگلی تو روستاهای بلوچستان پاکستان برای خروج از طرفکندگی شکست اطلاعاتیشون توی سالگرد قاسم سلیمانی بود. یعنی حضرات برای اینکه از این طرفکندگی خارج بشن و بگن ما داریم دستهای آلوده به قول خامنه‌ای و مغزهای فاسد رو میزنیم، هم کمک کردن حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم در ترور مسعود الرحمن نفر دوم سپاه صحابه تو پاکستان، که فکر میکنن افکار تکفیری رو اون تو مغز این جوانایی کرده که بیان این عملیات رو انجام بدن، و همین که مثلا یک انتقام سختی گرفته باشن. ولی حواسشون نبود که دارن یک کاری میکنن که دولت پاکستان و ارتش پاکستان، که دولت عراق و ارتش عراق نیست، ممکنه عکس العمل نشون بده. بنابراین اومدن ابرو رو درست کنن، چششو کور کردن. البته اینا من بگم، منم با آقای بندویی تو این قسمت هم نظرم که نه، این تنش افزایش پیدا نخواهد کرد. یعنی مثل به هر حال تیر و ترکشی است که طالبان و جمهوری اسلامی گاهی اوقات سر مرز دارن. اونا حتی پاسگاه‌های مرزی همدیگر رو می‌زنن. اینجا که پاسگاه مرزی همدیگر هم نزدن، چند تا خونه رو زدن که متأسفانه به کشتن یک سری خانواده‌ها و کودکان غیر نظامی در واقع منجر شده. ما اصلا نمی‌دونیم حالا این ادعایی هم که می‌کنن این طرفی‌ها اونور جیش العدل بوده یا مثلا داعشی‌ها بودن یا اینور مثلا سرمچار بوده، اینا هم ما نمی‌دونیم. ولی تنش تشدید نخواهد شد. اما ما یه بار مسئله رو توی یک تجزیه میبینیم، مجزا مجزا میبینیم، ولی اگر ببریم تو ترکیب در پازلی که الان شکل گرفته، جمهور اسلامی از یه طرف عراق رو زده، از یه طرف یه بخشی حالا میگه داعش رو تو سوریه زدیم، همون جایی که این داعشی هایی که آمده بودن کرمان، اونجا اینا مثلا دوره و آموزش دیدن. عراق رفته به شورای امنیت، رفته به سازمان ملل شکایت کرد. حوثی‌های طرف حزب الله، غزه، مسائل منطقه، این تیکه کوچیک پازل که احتمالاً ادامه پیدا نخواهد کرد در مرزهای شرقی ایران، مسئلهش رفته در درون یه پازل بزرگتری که جمهوری اسلامی یک کشور ناهنجار، یک کشوری است که به قواعد و قاعده های بین المللی و قوانین بین المللی وفادار نیست. حاکمیت ملی مثلا پاکستان و عراق رو نقض کرده. حالا دیگرانی هم اگه این کارو کرده باشن، به هر حال جمهوری اسلامی الان تو سیبل این مسئله است، میره درون اون چارچوب، یعنی درون اون ترکیب، و در اون ترکیب هست که در واقع جدا از هزینه‌ای که به هر حال آدمای بیگناه احتمالاً در این وسط قربانی میشن، به منافع ملت ایران هم خسارت وارد میشه. بله. البته من اینو گفتم آقای علیجانی، حتی اگه این تنش بیشتر از این هم نشه، تأثیر روی زندگی مردم ایران خواهد گذاشت یا نه؟ ببینید، فقط اگه مثلا تنش در مرز شرقی رو بگیریم، شاید محدود باشه. همین حالا نیرو هوایی ایران میخواد اونجا رزمایش بذاره. بعدی این، حالا اینم بگم، جمهوری اسلامی از یه طرفکندگی میخواد نجات پیدا کنه، دوچار یه طرفکندگی بعدی میشه. یعنی نمیخواد این دومینو رو با پاکستان ادامه بده قطعا.
اما این تأثیر میذاره. اساسا این سیاست نظامیگری، این خروس جنگی بودن با تمام جهان تأثیر میذاره. من یه نکته رو اضافه بکنم، جمهوری اسلامی وقتی عراق رو زد یه ادعاهای گنده‌ای کرد، قبلا هم این کارو کرده بود که اونجا مثلا مقر موساد بوده. خب و این نشون میده که جمهوری اسلامی زورش نمیرسه، به قول عراقی‌ها زورش به اسرائیل نمیرسه، ما رو میزنه. اما یه نکته هم در حاشیه در نظر بگیریم، موشکی که به سوریه ادلب در باها شلیک کردن میتونستن مرزهای غربی شلیک کنن، از استان خوزستان شلیک کردن، یعنی یه مسافت 1230 کیلومتری رو طی کرد و این یه هشداری هم هست، یه پیام هم هست. ببین برد موشکای ما اینقدره، اسرائیل اگر یه موقعی ما بخوام میتونیم شما رو هم بزنیم. این پیام هم غیر مستقیم داد. اما این در کلیتش، حالا این اجزا رو بازم بذاریم در یه کلیتی، یک سیاست خارجی ضد ملی است که ایران رو، مرد دوم ایران رو، سفرشون رو کوچیک کرده، شانس توسعه رو از ایران گرفته، شانس استفاده از امکانات و فرصت‌های بین‌المللی در رقابت‌های سیاسی اقتصادی که ایران هم حق گزینش داشته باشه، مثل ترکیه، مثل کشورهای جنوب خلیج فارس، اینا رو همه رو از ایران گرفته و ایران رو به دامن چین و روسیه برده که ابزاری و با کارت بازی ایران بازی می‌کنن و دود همه اینا تو چشم ملت ایران میشه. متشکرم از توضیحاتتون. رضا علی جانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما بودیم.